سلام و درود به شما بینندگان خوب. در خدمت خانم ژاکلین با شما بینندگان هستیم. سلام به شما. قربون شما. سلام به شما بینندگان عزیز. امیدوار هستم که هر کجا که تصویر ما رو می‌بینید خوب و سلامت و شاد هستید. خیلی خوشحالی. قربونتون برم. من عالی‌ام در کنار شما در درجه اول. همچنین بنده. قربون شما. بعد اینکه در کنار این دریای باصفا در این هوای بسیار خوب که اولای تابستون هستیم. بینندگان خوب باد داره فقط، ولی اون باده خودش خیلی میچسبه. بله. لذت داره، هوا زیاد داغ نمیشه اینجوری. نظر باد داره ولی خب کار ما رو مشکل میکنه. کار ایشون رو نه، ایشون زیاد مو نداره. بله. همش هم پوشوندیم با این کلاهه، گفتیم بهترین فرصت هستش که بتونیم با این کلاه بپوشونیم. این ماشاءالله موهای زیاد دیگه، موش زیاده ولی چون خیلی کوتاه میکنن آقایون مشکل ندارن دیگه، موها رو کوتاه میکنن. ما خانوما هستیم که یا باید این مو رو رنگ کنیم یا باید استایلش بدیم. در هر صورت این باده بعضی موقع این میزانپلی مو رو خراب میکنه. ولی شما ماشاءالله همیشه هر وقتی روز شما رو میبینیم انگار همین الان میخوایم بریم یا جلوی دوربین. آها. یا همین الان از جلوی دوربین اومدیم یا میخوام برم مهمونی. خواخه شما جلوی دوربین که میرین انگار که داریم میریم مهمونی. بله. مهمان خونه دوستان. بله. این سعادت رو داریم که همیشه هر روز پنج روز هفته میریم مهمونی به قول شما خونه دوستان و هموطنهای خوبمون و این باعث خوشحالی و شادی ما هستش آقای لایجی. خب این برای اولین بار هستش که من و شما با هم برنامه اجرا میکنیم و امیدوار هستیم، همچنین برای من امیدوار هستیم که مورد قبول صابخونه ها باشه، قرار بگیره. خب دوستان عزیز، هر جای دنیا که هستید ما رو دارید از کنار سواحل توپنگا بیچ میبینید. سواحل توپنگا در کنار اقیانوس آرام. بله. پاسیفیک اوشن. و من فکر میکنم که چند سال هست، اولین سوال بپرسم، چند سال شما جلو دوربین هستی خانم ژاکلین؟ اصلا به شما ارتباط ندارم. آخه دوست دارم بدونم اصلا چند ساله. بعد تورا داشتین صحبت 6 ماه بیشتر نیست. 20 سال میکردین. 20 سال از بچگی دوست داشتیم. بله. از بچگی دوست داشتیم بریم جلوی دوربین. از بچگی خیلی علاقه زیاد داشتیم. خب بعد داشتیم با هم صحبت میکردیم که در مورد چه چیزایی صحبت کنیم، بعد دیدم که چقدر ما همدردیم. بله، دردامون یکیه. الان مخصوصا الان که مشکلات اقتصادی برای همه وجود داره، هم من یه سری مشکلات اقتصادی مالی دوچارش هستم، هم ایشون. کلا من فکر کنم که همه در مخصوصا در امریکا یا کلا در کل دنیا با مشکلات مادی و اقتصادی الان مواجه هستن. شما همینجور میخواین تا آخر برنامه با این موهاتون بازی کنید؟ بله، این خوبه اتفاقا. نه، جذابتر میکنه اصلا. این باد که میخوره تو موهای خانما، الان میدونی چند درصد بیننده های ما بیشتر شدن به خاطر موهای من؟ یکیش به خاطر این اقیانوسه، یکیش به خاطر این موهای شماست که همینجور هی باد بهش میخوره. خیلی خوب قشنگه دیگه، زیبا. مرسی، لطف داری. خواهش میکنم. میخواستید از آقای هنری تشکر کنیم بابت موها. به به، دستشون در نکنه. رنگ کار ایشونه. واقعا کارای رنگش عالیه، کاتاش عالی. کات هم اونجا میکنه. بله. دیگه کلا ما یعنی بنده یکی از اولا دوستای بسیار خوب من هستش. و اینکه کارش خیلی خوبه، واقعا یه هنرمنده و همیشه ازش تشکر کردم، همیشه ازش قدردانی میکنم و خیلی هم طرفدار داره بین هموطنای عزیز. بله، و دوستش دارم. همینطوره. حالا شما دوست توی لس آنجلس خیلی باید داشته باشین، چون ماشاءالله هم صاحب تلویزیون هستین، همین که بعد از این همه سال که زیاد نه، همین چند همین شش ماه کاری که میکردین اینا، به هر حال توی اینترتینمنت بیزنس هستین، دوستای زیادی داری نه؟ دوست یا آشنا؟ آفرین، خوب گرفتی سوال منو. دقیقاً هدفم دوست بود. من چند تا دوست دارم فقط. چند تا انگوش شماردن. رفیق خوبی هستن. بله، انگوش شماردن. شاید دوتا. خانم دیگه خیلی دیگه اینا واقعا رفیق صمیمی هستن دیگه. دوستای خیلی صمیمی. در مورد همه چیز جزئیات زندگی هم دیگه خبر داری؟ این دو نفر. تقریبا میشه گفت، ولی بازم نه. جدی میگی؟ آره. چون ببین بعضی چیزا هست آقای لایجی، برای زندگی خودت و همچنین برای طرف مقابلت که دوستته، من فکر میکنم که لازمه که یه چیزایی هنوز مخفی و سیکرت بمونه. آها. بازم یه چیزای خصوصی در زندگی وجود داره که باز هم نمیتونی که بیای همه رو بگی، چون یه چیزایی باید خصوصی تو خودت باشه. شما اینجور نیستی؟
والا اگر یعنی با دوستان همه چیز با دوستای صمیمی که میشه با من رفیق هستن بله 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 با اونا دیگه همه چیزو راحت مطرح میکنیم. یعنی خیلی آخه یه چیز هم به شما بگم، یه فرق خیلی بزرگی بین آقایون و خانم ها وجود داره، اینو قبول دارین شما؟ همینطوره. خانم ها یه چیزایی رو نمیگن، یه چیزایی رو که لازمه و به عنوان یه دوست در میون میذارن، ولی آقایون هم فکر میکنم خیلی چیزایی رو نمیگن. مثلا آقایون هم فکر نمیکنم زیاد راجع مثلا خانمشون یا دوست دخترشون که جدی باشن راجع بهش مثلا به دوستشون زیاد صحبت کنن میکنن دوست صمیمیشون. فکر میکنم که اگر خیلی صمیمی باشن با همدیگه قاعدتا میکنن. من خودم مثلا یکی دوتا دوست صمیمی دارم که اگر صحبتی نسبت به شریک زندگیم داشته باشم خب بخوام بکنم میکنم. شما به دوستاتون عینکتون هدیه میدین؟ عینکتون خیلی قشنگه. به هیچ وجه. به هیچ وجه. من دست اصلا... میشه زد بهش دیگه. بله دست میشه زد. بعضی زیاد الان مد شده نه این این دوندونا که بهش طلایی و نقره‌ای که برق بله. برق میزنه خیلی دوست دارن خانم‌ها. این خانم‌ها دوست دارن بیشتر جلب توجه کنن دیگه، چراغ بزنه، فلاش بزنه. این درسته؟ نه نیستش. خب باش. ولی همه مردها و زنها دوست دارن خودشون رو جذابتر بکنن که بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. جذابتر شدن حالا شما بستگی داره جذاب شدن رو در چی میبینی؟ یکی هست با چیزهای مثلا همین شما میگی عینک، مثلا عینک و گردنبند و جلو اونا بستگی داره که هر کسی سلیقه‌اش فرق داره. دقیقا. یکی هست ساده‌ش رو انتخاب میکنه، یکی هست زر و برق دارترش رو انتخاب میکنه، اون سلیقه است. ولی کلن این که آدم به ظاهرش برسه خیلی خوبه. خوب. حالا چه خانم چه آقا، هم به ظاهرش برسه و هم به باطنش. آفر. یعنی چی؟ شما اگر از داخل مثلا تغذیه بد داشته باشی، خب شما یه کلمه آرایش میکنی، شاید مثلا یه کلمه آرایش کنم جلو دوربینم خیلی خوب باشم، ولی من از نزدیک ببینی بگی عجب پوست بدی داره. بله. مثلا درست. مثلا نشونه اینه که ایشون پوست خوبی داره. نه ولی مثلا کلا دارم میگم. حالا خوبه یا بد؟ خوبه. خوبه. خب خدا ایشون میگه خوبه، حتما خوبه. خواهش. ولی کلا شما باید هم به تغذیت برسی هم به ورزشت برسی. خیلی ها هستن لباس خیلی خوب میپوشن ولی خب مثلا از لحاظ وزن وزنشون بالاست و سالم نیستن. وزن بالای خیلی بالا رو دارم میگم، سالم نیستن، ورزش نمی کنن، به خودشون نمیرسن و حالا مثلا یه لباس هم میخوای بپوشن با بدبختی میپوشنش ولی که زر و برق دارم هست، اون فایده نداره. آدم باید اول به فکر خودش باشه، به فکر جسمش، به فکر تغذیهش، به فکر سلامتیش، بعد ظاهرم خب خیلی مهمه. خب حالا من همیشه به دوستان میدونی چی میگم جاکلین جان؟ میگم که زیبایی ظاهر یا زیبایی باطن، یعنی که در رفتارمون بتونیم اونقدر جذابیت رو که در ابتدای قضیه ایجاد شده که دوستان رو به سمت خودمون بکشونیم، با رفتارمون باید بتونیم دوست رو برای خودمون نگه داریم. دوست پیدا کردن شاید مشکل باشه، بعضی میگه نه خیلی آسونه، ما راحت با همه دوست میشیم، ولی من میگم که دوست رو نگه داشتن مشکل تره. اون اصلا یه مقوله دیگه است. حالا میخوایم بریم به اونجا یه سری بزنیم، بعد میخوایم در مورد دوستی ها، چون داشتی میگفتی که بعضی از دوستا دوستای سوء استفاده گری هستن. اونو تو ماشین داشتیم میگفتیم. خب میخوایم دوستان در این مورد با هم صحبت کنیم. آخه میدونی چیه؟ هفته گذشته بینندگان خبر ندارن. بینندگان از این جهت خبر دارن که تو برنامه‌های ما چند هفته در مورد ریلیشنشیپ فور بنفیت صحبت کردیم. یعنی اینکه از هم از نظر روانشناسا، از نظر مردم رفتیم گزارش‌های مختلفی رو تهیه کردیم و چون شما مدیریت پن رو دارید در جریان همه برنامه ما حتما هستید که در این تلویزیون من برنامه شما از تلویزیون رفتم. معمولا تا ساعت 6 هستم. شما برنامه‌تون 7 تا 8 روزهای شنبه، سه شنبه، پنج شنبه. اون موقع است که من رفتم به سلامتی داخلی برسم، برم ورزش تو جیم. شما داری برنامه اجرا می‌کنی. یادش بخیر اون قدیما شما تلویزیون رو از راه دورم کنترل می‌کردین. هنوز هم می‌کنیم. تو خونه‌تون، تو ماشین. تو خونه، تو ماشین تکرار برنامه.